بس که دلتنگم اگر گریه کنم میگوین قطره قصد نشان دادنی دریا دارد. عشق رازی است که تنها با خدا باید گفت، چی سخنها که خدا با من تنها دارد. سلام دوستای عزیز، امیدوارم در هر جای دنیا کسین خوب و خوش و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. من وحید هاشمی هستم با یک داستان واقعی دیگر، داستان واقعی نسرین و شاپور. نسرین آخرین فرزند از یک خانواده 7 نفره با 2 برادر و 3 خواهر بودند. پدر نسرین یک کارگر ساده ساختمانی بود. برادران نسرین ازدواج کرده بودند و زندگی خود را داشتند. پدر نسرین همیشه او را از بچگی خانم دکتر صدا میکرد. همیشه پسوند یا پیشوند خانم دکتر را با او میداد. طوری که همه باور داشتند که نسرین واقعا دکتر است. حتی اقوام و دوستان همسایه‌ها هم به این باور رسیده بودند. نسرین در مدرسه در رشته تجربی درس می‌خواند و سال آخرش در دبیرستان بود. بسیار در درس‌هایش تلاش می‌کرد و در کنار درس خواندن خودش را برای امتحان‌های کنکور هم آماده می‌کرد. خواهران بزرگتر او هر کدام تا صنف 12 بیشتر درس نخوانده بودند و بعد از آن ازدواج کرده بودند و به خانه بخت رفته بودند. ولی نسرین برعکس خواهران و برادرانش بود و درس خواندن را خیلی دوست داشت و درس برایش اولویت بود تا ازدواج کردن، و از طرفی هم دوست داشت آرزوی پدرش را برآورده کند و دکتر شود. مادر نسرین زیاد با درس خواندن او موافق نبود و میگفت زودتر شوهر کند، چون اعتقاد داشت دختر تا یک زمانی برایش خواستگار میاد و بعد از آن دیگر کسی نمیآید. طرز فکری که اکثر مادران دارند. و از طرف دیگر هم نگران آینده دخترش بود، چون میدانست که نه آن و نه پدرش پول دانشگاه رفتن دخترشون را دارن. در مکتبی که نسرین درس میخواند تمام دوستانش به کلاس های کنکور میرفتند تا خودشان را برای کنکور آماده کنند و بتوانند در رشته های پزشکی قبول شوند و درس بخوانند. نسرین نمیتوانست کلاس های کنکور برود، چون از پس هزینه هایش بر نمی آمد و از طرف دیگر هم دلش میسوخت که از پدرش برای هزینه های کنکور پول بگیرد. ولی تمام تلاش خود را میکرد و درس میخواند. اکثر اوقات شبها را تا صبح بیدار میموند و درسهایش را میخواند. او همیشه از کتابخانه مکتبشان کتابهای تست کنکور را میگرفت. در خانواده تنها مشوق او برای درس خواندن پدرش بود و او را تشویق میکرد که درس بخواند، برعکس دیگر اعضای خانواده که مدام با او میگفتند درس خواندن به کار دختر نمیآید. بالاخره بعد از چندین ماه تلاش کردن روزی آزمون کنکور فرا رسید. نسرین شب قبل از کنکور بسیار استرس داشت، ولی خوشحال بود که تلاش خود را کرده است و توکلش را به خداوند سپرده بود و از خداوند خواسته بود هرچی خیری او است برایش بدهد. وقتی آزمون کنکور تمام شد و نسرین به خانه آمد، پدرش در خانه بود و علت کمردردی که داشت سر کار نرفته بود و وقتی نسرین را دید با او خسته نباشید گفت و میگفت من دلم روشن است که تو قبول میشوی. ولی مادرش طبق معمول میگفت جای این کارها بیا قضا درست کردن و خانداری و شوهرداری و بچه داری کردن را یاد بگیر. نسرین با خنده به مادرش میگفت من ازدواج میکنم، حتما اینها را هم یاد میگیرم و میخواهم یک مادری باسواد برای بچه هایم بشوم. ولی فعلا دوست دارم دکتر شوم. و مادرش میگفت گناهت نیست، پدرت تو را پر رو کرده، از بس تو را خانم دکتر گفته واقعا فکر کرده که دکتر هستی. پدرش میخندید و میگفت خانم جان بگذار درس بخواند، برای خودش کسی شود. ما که بی سواد کارگر مردم هستیم، حداقل این برای خودش کسی شود. نسرین آن شب تصمیم گرفته بود تا اعلام نتیجه کنکور سر کار برود و پول در بیارد و از فردای آن روز به دنبال کار بود تا اینکه توانست در یک کارگاه خیاطی کار پیدا کند. در کارگاه خیاطی چون بلد نبود با چرخ کار کند، کارهای اتوکاری را انجام میداد و بسیار زیاد خسته میشد. صبح ساعت 6 از خواب بیدار میشد تا ساعت 7 باید سر کار حاضر میشد و تا 7 شب که سر کار بود بسیار خسته کننده بود. روزها گذشت و کم کم سر کار دوست پیدا کرد و با دخترای آنجا دوست شد. در کارگاهی که نسرین کار میکرد هم خانم بود و هم آقا، ولی همه مشغول کار خودشان بودند. روزها و هفته ها گذشت و کم کم دیگر کار کردن مثل روزهای اول برای نسرین سخت نفسگیر نبود، چون لااقل با دوستان خود حرف میزد. روزها سپری میشدند و روزهای جمعه بعضی اوقات با دوستان خود بیرون میرفت یا در خانه میموند و استراحت میکرد. در یکی از این روزها در کارگاه خیاطی پسر تازه واردی آمد که برشکار بود
و کارهای برش را انجام میداد و ظاهری زیبا و خوشبر رو داشت و در حقیقت دلی همه را برده بود. ولی برای نسرین اصلا مهم نبود، سرش در کار خودش گرم بود. دوستای نسرین مدام از پسر تازه وارد حرف میزدند و از زیبایی و خوشبرخورد بودن او تعریف میکردند. آن پسر جوان کسی جز شاپور نبود. شاپور چند ساله بود که از افغانستان به ایران آمده بود و کار میکرد. یک روز در کارگاه که همه بودند، بچه های کارگاه برای یک صاحب کار خود تولد گرفته بودند و کیک گل خریده بودند. در این میان همه خوش و خرم بودند و نسرین در گوشه نشسته بود. همه با هم بگو بخند میکردند و نسرین ساکت نشسته بود تا اینکه بعد از تمام شدن جشن تولد همه به سر کار خود رفتند. شاپور در این میان همیشه به نسرین توجه میکرد و از حجب و حیای نسرین خیلی خوشش میآمد و بارها خواسته بود که بحث گفتگو را با نسرین باز کند، ولی توانسته بود تا روز تولد که توانسته بود چند کلمه در حدی بله خیر با نسرین حرف بزند، آن هم در موارد کار. یک روز نسرین و تمام بچه های کارگاه قرار گذاشته بودند که به کوهنوردی بروند و همه قرار بود بیایند. شاپور هم در آن جمع بود. شاپور در میان دخترهای حسابی دلبری میکرد، ولی تمام توجهش به نسرین بود و دخترها هم فهمیده بودند که شاپور از نسرین خوشش میآید و تمام توجهش به او است. دوستهای نسرین مدام به نسرین میگفتند دختر بیا با شاپور دوست شو، او خیلی پسر متین و عالی است و چشمش دنبال تو است. که نسرین میخندید و میگفت به من ربطی نداره که خوشش آمده یا نیامده. و بالاخره زمان اعلام نتیجه برای آزمون کنکور فرا رسید. نسرین در کمال ناامیدی فهمید که رتبهش برای قبولی در رشته پزشکی خیلی پایین است و امیدش را از دست داده بود. پدرش به او امید میداد و میگفت که امسال در کلاس های کنکور ثبت نام کن و کلاس برو، فقط برنامه ریزی کن برای درس خواندن و سال بعد کنکور بده. ولی بقیه از خانواده به نسرین میگفتند ول ول کن، ازدواج کن، تو اول آخر کهنه بچه میشوری، دست به دردی تو نمیخوره. نسرین از تمام این حرفا ناامید و ناامیدتر میشد. دوستان نسرین مدام با او دلداری میدادن و میگفتن دنیا که خلاص نشده، باز در سال بعد امتحان بده تا بخیر در رشته دلخواه خود قبول شوی. در این میان شاپور که دنبال همچون فرصتی بود خود را به نسرین نزدیک میکرد و مدام از تجربه ها و ناکامی های خود در زندگی میگفت و این که با تلاش دوباره به زندگی برگشته. شاپور با این ترفند خود را به نسرین نزدیک کرد. نسرین بنا به پیشنهاد پدرش در کلاس های کنکور ثبت نام نکرد، چون از اینها خیلی بالا بود و دلش به حال پدرش میسوخت، ولی پدرش خیلی اصرار داشت که دوباره ثبت نام کند. شاپور و نسرین دیگر با هم خیلی صمیمی شده بودند و مرتب با هم حرف میزدند و برای هم سنگی صبور بودند. از آنجایی که خانم ها خیلی با احساس هستند و زود تحت تاثیر حرفهای احساسی قرار میگیرند، نسرین هم به شاپور خیلی عادت کرده بود. شاپور مدام نسرین را به درس خواندن و تلاش کردن تشویق میکرد و مرتب برای نسرین کتابهای انگیزشی میخرید و هدیه میداد. نسرین از اینکه شاپور آنقدر به او کمک میکند خیلی خوشحال بود. روزها و هفته ها گذشت و شاپور حسابی خود را در دل نسرین شیرین کرده بود و نسرین حسابی به شاپور علاقه‌مند شده بود. نسرین با تشویق‌های شاپور و پدرش تصمیم گرفت که دوباره درس بخواند و چند برابر تلاش میکرد. شاپور به نسرین گفته بود که دیگر سر کار نیاید و وقتش را برای درس خواندن بگذارد و نسرین هم از این که تا این عد شاپور به آن دلگرمی میدهد شاد بود. ماها گذشت و نسرین هر روز بیشتر از دیروز درس میخواند و تلاش میکرد. همیشه بعد از کلاس های تست بیرون میرفت و با شاپور قدم میزدند. شاپور از خانواده اش که در افغانستان زندگی میکرد میگفتند. شاپور از خانواده اش که در افغانستان زندگی میکردند میگفت و از دلتنگی هایش برای خانواده اش. و نسرین هم مثل معشوقه های دلباخته با جان دل به حرف های شاپور گوش میداد. نسرین در آزمون‌های آزمایشی خیلی موفق بود و تمام اساتید او را تشویق می‌کردند و می‌گفتند که حتماً پزشکی قبول می‌شود. در این میان شاپور به نسرین پیشنهاد ازدواج داد و شاپور هم او را به خانواده‌اش معرفی کرد.